از سراپا گوشیم، بفرمایید. چون میخوام دکتر نوذری هم صحبت کنم، من سعی میکنم خیلی سریع راجع به مسئله صحبت کنم. چهار خبر بسیار زیبا همونطور که شما گفتید، خبر علمی بسیار جالب در هفته گذشته اعلام شد. یکی از اون خبرها مربوط به باز هم آقای استیون هاکینگ میشه. همونطور که میدونیم یکی از بزرگترین کارهایی که هاکینگ در دهه 70 میلادی قرن گذشته انجام داد این بود که نشان داد که بر اساس تلفیق فیزیک کوانتومی با نظریه نسبیتی گرانش اینشتین میشه نشون داد که برعکس اون چیزی که شما تصور میکردین، سیاه چاله ها آخرین مرحله تحول ستاره ها و نهایتا کیهان نیست، چون تصور غالب در اون زمان بر این بود که نهایتا همه عالم در درون یک سیاه چاله عظیم قرار خواهد گرفت. اما هاکینگ نشون داد که سیاه چاله ها هم آخرین مرحله نیستن و بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی جرم سیاه چاله ها کاهش پیدا میکنه و در واقع این تابش به علت همعرضی جرم و انرژی به صورت انرژی هست که سیاه چاله ها از دست میدن به شکل تابشی که ما الان بهش میگیم تابش هاکینگ یا هاکینگ رادیشن. مشکل این است که هر چقدر سیاه چاله بزرگتر باشه تابش هاکینگ در واقع دیرتر و دیرتر براش اتفاق میفته. به همین دلیل هم هست که تا به امروز هاکینگ و تابش هاکینگ مشاهده نشده و هاکینگ هم نتونسته به اون ترتیب جایزه نوبل رو ببره. اما هفته پیش یک گروهی از فیزیکدانان اعلام کردند که به جای اینکه ما یک سیاه چاله در عالم پیدا بکنیم که بتونه تابش هاکینگ رو نشون بده، چون این سیاه چاله ها باید در ابعاد کوانتومی باشن تا بشه تابش هاکینگ رو مشاهده کرد، اومدن در آزمایشگاه سیستمی رو درست کردن از شارها، از یک سیالی فلوید اصطلاحا، که در اینا گنگ چاله، بی صدا چاله در واقع اینجوری بهتون بگن، دام هولز به وجود آوردن که این گنگ چاله ها همون کاری رو میکنه که سیاه چاله ها انجام میدن. یادتون باشه که سیاه چاله ها به علت نیروی عظیم جاذبه سبلی یا گرانشی که دارن حتی نور هم نمیتونه از سطح اینها فرار کنه و برای همین همیشه سیاه دیده میشن. ناشنوا هستن ها؟ ناشنوا هستن، بله. اما این گنگچاله ها هم کار رو که سیاه چاله ها با نور انجام میده اینا با صوت انجام میدن، یعنی هیچ موج صوتی امکان خروج از گنگچاله رو نداره و به این ترتیب ما هیچ صدایی رو از این گنگچاله ها نخواهیم شنید. جالب این هست که چون این امکان رو داشتن که بتونن این گنگچاله ها رو در آزمایشگاه به وجود بیارن، متوجه و در ابعاد بسیار کوچک متوجه شدن که گنگچاله ها از خودشون تابشی رو نشون میدن که شبیه همون تابش هاکینگ همونطوری که پیش بینی کرده بود در مورد سیاه چاله است. بنابراین سیاه چاله های فضایی، بنابراین این شاید نخستین باری باشه که ما به طور عملی تونستیم تابش هاکینگ رو در مورد چیزهایی که شبیه سیاه چاله ها هستن اما در واقع متناظر و مشابه اونا برای امواج صوتی یعنی گنگ چاله ها به وجود بیاریم و کشف بکنیم. از این جهت این کشف بسیار مهمی است و من مطمئنم که آقای هاکینگ بسیار خوشحال هستند که شاید ایشون رو یک قدم به گرفتن جایزه نوبل نزدیکتر کرده باشه. یعنی قطعی است دیگه، چون بالاخره اثبات کرده برای اولین بار نیست؟ بله، مطمئن گفتم چون به طور مستقیم در مورد سیاه چاله ها که در مورد گرانش و سبل هست نیست، این در واقع در مورد امواج صوتی است، ولی سازوکار و مکانیزم عیناً شبیه اون چیزیست که برای گرانش و سیاه‌چاله‌ها در فضا اتفاق میفته. مثلا این بار ما در سیال و یا شاره به وجودش آوردیم که همونطور گفتم به اینها میگن گنگچاله یا دام هولز. در کدام آزمایشگاه این
تجربه شده. تئوری این رو آقای تام می واچسپاتی دانشمند هندی آمریکایی هست که من هم چندین بار با ایشون ملاقات داشتم در زمانی که در بوستون بودم و بسیار فیزیکدان خوبی است و این تئوری رو ایشون داده و الان که الان در دانشگاه آریزونا هستن در اونجا توانستن در به صورت عملی در آزمایشگاه این رو نشون بدن و این تابش رو ببینن و کشف کنن. در واقع خب بریم به سراغ دکتر اسلام نوذری عزیز و گوش کنیم به گزارش و روایت علمی او. سلام و گوش دیم دکتر نوذری. در چه موردی؟ در مورد آخرین پدیده های مربوط به این امین فرگشت و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته. قبلا یک مقدار در این مورد صحبت کرده بودم، شاید بیشتر صحبت بکنم در مورد نگارش و کتاب. نگارش که بسیار خوب، ببرمی برخلاف تصور، کتاب ها بیشتر کار دست ما دادن تا به کمک ما بیان و ما در تمام جامعه ها عادت داریم که به کتاب یک احترام خاصی بگذاریم. من منظورم کتاب های به خصوص علمی هست. ما هزاران کتاب داریم که راه حل پیدا کردن برای نجات دادن بیمارها از سرطان. ما هزاران کتاب داریم در مورد آموزش و پرورش. ما هزاران کتاب داریم در مورد استفاده از ویتامین ها. اما در این حال وقتی که همه این کتاب ها رو میخونی برمیگردید به همون سر جای اول، یعنی هیچ تفاوتی نکرده. به این خاطر هست که ما تا به حال جرأت نکردیم کتاب رو مورد چالش قرار بدیم و این یه جورایی در ماها نهادینه شده، حالا چه در ایالات متحده امریکا باشیم، چه در ایران باشیم، چه در روسیه باشیم یا در چین. و به همین دلیل هم هست که شما میبینید در تمام این کشورها اولین کاری که آدم ها میکنن چاپ کردن کتاب هست، چون میدونن که اگر یک کتاب چاپ کنن بلافاصله عکس العمل این خواهد بود، واکنش این خواهد بود که این حرفای درستی میزنه، چون تا حالا چند تا کتاب چاپ کرده. یعنی شما کافی است که کتاب چاپ کنید تا اون حرفایی رو که میخواید تحمیل بکنید و واقعا اصلا اون فرا رسیده که ما کتاب ها رو به چالش بکشیم، به خصوص که تعدادی از اونها چند هزار سال هست که کار دست ما دادن و همونطور مؤلفین، همونطور کلمه استاد، کلمه استاد هم کار دست ما داده. و همین دلم هست که شما خیلی مواقع میبینید که از این کلمه استفاده میشه تا حرف اون گوینده رو به شنونده ها تحمیل بکنند. و من خودم چند تا همایش در این مورد برگزار کردم، به خصوص با دانشمندان دانشگاه استنفورد و به نظر من مناسب هست که در این مورد هم ما یک صحبتی بکنیم، چون واقعا کار دست ما داده. بنابراین خود کتاب به تنهایی هیچ ارزشی نداره. اگر یک نفر 20 تا کتاب چاپ کرده دلیل بر این نیست که یک آدم فریخته و دانشمند هست. چرا؟ چون کتاب رو شما هر جور که دلتون خواست می نویسید، هر جوری که دوست داشتید صحافی می کنید، به شرط اون که ناشر هم راضی باشه و ناشر دلیل نخستش کسب مال هست. بنابراین اگر شما کتابتون رو قرمز چاپ کنن بیشتر جلب توجه میکنه، اون رو قرمز چاپ میکنن. اگر یک فانتای بزرگتری داشته باشه از فانتای بزرگتری استفاده میکنن، اگر کوچیک باشه بزرگ باشه. بزرگترین مشکل این هست که کسی نظارت واقعا نداره. خود من هم کتاب نوشتم یا فصلهایی از چند کتاب رو نوشتم، بنابراین در جایگاهی هستم که بتونم به شما بگم که کنترلی به اون صورت نیست. شما هر چی دوست داشتید مینویسید و همونطور که گفتم ما هزاران هزار کتاب داریم که این میتونه جوانان ما رو گیج بکنه. و من پیام من برای جوانهای ایران به خصوص این هست که هیچ اهمیتی واقعا ندن به خاطر اینکه یک آدمی هزار تا کتاب چاپ کرده، هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه. از اون طرف پروفسور، استاد هیچ چیزی رو واقعا ثابت نمیکنه. اون چیزی که مهم هست بیشتر مقاله هست، چون مقاله ها بیشتر تحت کنترل هستن، دو سه صفحه هم بیشتر نیستن، چهار پنج صفحه هم بیشتر نیستن، اما خط خط اونها بایستی مرجع داشته باشه، حداقل اگر در مجلات خوبی چاپ شده باشن یک گروهی اونها رو کنترل کردن. به خاطر همین هم هست که از این فرصت استفاده کردم یک اشاره بکنم به این مسئله.
نمیدونم نظر دکتر نگری چی هست در این مورد. دکتر نگری دل دکتر نوذری خون از این. من کاملا با دکتر نوذری موافقم. ببین عجیب در فرهنگ، در همه فرهنگ ها البته، این نظر در فرهنگ ما یک توجه بیش از حدی نسبت به کتاب نوشتن و اعتباری که برای کتاب نوشتن هست قائل هست، هست فرهنگ ما و مردم ما. برای اینکه دکتر نوذری یک مسئله بسیار مهمی دارن اشاره میکنن، کتاب نویسی مورد داوری قرار نمیده. ببینید من و شما آقای میبودی قبلا در مورد این مسئله با هم صحبت کردیم، چون دکتر نوذری به این مسئله اشاره کرده من میخوام تاکید بکنم. ما بزرگترین محل تصمیم گیری برای صحت و سقم یک گزارش علمی، یک ادعای علمی، در واقع اون کامیونیتی یا جامعه علمی که ما اصطلاحاً بهش میگیم پیر پرشر، یعنی فشاری که همکاران شما روی شما میزنن. در مورد کتاب نوشتن این فشار کمینه است، حداقله، اگر باشه، در بسیاری موارد نیست. به خصوص فرض کنید که در ایران اصولا چنین فشاری در قدیم که اصلا نبوده، بستگی داره که چقدر دانشگاه ها قوی باشن و معیار، همونطور که دکتر نوذری به درستی گفتن، حتی لقب استاد دادن در بسیاری موارد به بسیاری از کسان این هست که چقدر کتاب نوشتن. در صورتی که شما برای نوشتن یک مقاله علمی، این تازه اول کار من، یادم هست که اینو قبلا نمیدونم در یک گفتگوی رادیویی احتمالاً با شما بحث کردم، که شما تازه وقتی به یک نتیجه علمی میرسین، این تازه اول کاره. شما باید کامیونیتی علمی خودتون رو، ساینتیفیک کامیونیتی، یعنی اون مجمع و اجتماع علمی همکاران خودتون رو راضی بکنید و اون سخت‌ترین بخش علم در واقع، برای اینکه فشار از طرف همکاران شما هست که نشون بدن شما اشتباه کردین. بنابراین به قول دکتر نوذری یک مقاله علمی منظورمونه که اصطلاحا میگیم پیپر. ببینید ما حتی در فارسی واژه مناسبی برای این نداریم. رساله. مقاله نویسی الزاما به معنای پیپر نیست، ولی در فرهنگ غربی کاملا این معنی داره. باز هم تاکید میکنم برای اینکه ما به وجود آورنده علم مدرن نبودیم و از این جهت حداقل 300 سال عقب‌تریم از اروپایی‌ها و آمریکا، ما باید این عقب افتادگی رو جبران کنیم با انتقال درست فرهنگ علمی. بنابراین همونطور که دکتر نوذری گفتن، کتاب نمیتونه مرجع باشه و کتاب‌های در خود همین آمریکا، بارها هم صحبت کردن، کتاب‌های بیهوده فراوانی نوشته میشه که جز گمراهی و زلالت نتیجه دیگه‌ای نداشته. در صورتی که شما ژورنال‌های علمی که تازه توش خیلی بحثه، این خطا خیلی خیلی کمتر مشاهده میشه. جالبه. خب آقای دکتر نوذری، اشاراتون بیشتر به کتاب‌های علمی است نیست و رساله های علمی، حالا پیپر که گفتن، نه کتاب های هنری. منظورم اونها نیستن. منظورم کتاب یا رمان نویسی نه، منظورم کتاب های علمی هست. حالا میتونه علم جامعه شناسی باشه، علم روان شناسی باشه، علم زیست شناسی باشه، ریاضیات باشه، تفاوت نمیکنه. اما بیشتر کتاب های دنیا بیهوده هستن و بیشتر کتاب های دنیا کار دست ما دادن و بیشتر کتاب های دنیا باعث انقلاب هایی شدن که مملکت هایی رو به نابودی کشیدن، به خاطر اینکه ما هیچ وقت تا حالا جرأت نکردیم اینطور فکر بکنیم که نه، کتاب هیچ چیز رو ثابت نمی کنه. درست برعکس، ما اینطور قانع شدیم، نه تنها در ایران، در تمام کشورهای دنیا، که اگر یک نفر کتاب نوشت حق داره نظر خودش رو در هر موردی بیان بکنه، چون کتاب نوشتن آخر خط هست، نشون میده که شما چه فرد بزرگی هستی و بنابراین به اون فرد اجازه میده در زمینهای متفاوت، در زمینهای مختلف نظر خودش رو بده. شما اگر به پرفروشترین کتابهای دنیا نگاه بکنید، کتابهایی که بیش از همه چاپ شدن، کتابهایی هستن که بیش از همه کار دست انسان دارن. تشکر میکنم. گفتگو رو باید دنبال بکنیم. اینجا اضافه کنم آقای میمونی. جناب بفهمید. یه دقیقه وقت دارید. اسم نبرم. در زمانی که من در شهر بستان بودم، در دانشگاه MIT بودم، یکی از روحانیون اصلاح طلب در اونجا آمده بودن، نمیخوام اسمشون رو بیارم، و
و من ترتیب ملاقات ایشون رو با یکی از سرشناس‌ترین دانشمندان ایرانی دادم. خب. و میخوام تأکید کنم حرف دکتر نوذری رو. ایشون با یک تعجب فراوانی به من گفتن که من واقعا برام سخت باورش که یک کسی که شما میگین در این حد درجه علمی هست هنوز یک کتاب ننوشته. گفتم اصلا کتاب اهمیت داره؟ ایشون بیش از 600 مقاله علمی داره. و ایشون باز در پاسخ گفتن اما هنوز که کتاب که ننوشتن. عجب. این هم دیدگاه سنتی است در واقع که نشون میده معیار سنجش بالا بودن مقام علمی یک کس دقیقا نگاه سنتی است. یعنی نگاهی است که شاید همچنان ما فکر میکنیم در دوره نظامیه ها داریم به سر میبریم، نوشتن کتاب است. و متاسفانه این قدرت های نوظهور در دنیا چی نمونه شد دیگه و چند کشور دیگه، اینا امروز سهمی بسیار زیادی دارن در گمراهی های علمی به خاطری که مبنا رو بر سوداگری گذاشتن در سطح جهان. کالاهاشون هم که دارید مشاهده میفرمایید که از چه قسمه، اینا ناشی از تراوشات ظاهرا علمی پاره از دانشمندانی است که تو این کارگاه ها کار میکنند و آزمایشگاه و در واقع کمک میکنند به اینکه سفارشات آمرانه‌ای که از بالا صادر میشه به اجرا بگذارن و به فروش هم فکر میکنن. دانش واقعا ارزش مقاله های علمی خیلی پایین آمده. حالا شاید بیشتر درباره صحبت بکنیم با دوستان عزیز و ارجمند. گفتمون دنبال میکنیم، موافقید؟ با تمام دلم. پس فعلا خدا نگهدارش.